یکی از چهره‌های سرشناس جنگ آمریکا و ویتنام یه افسر نیروی دریایی ارتش آمریکاست به نام استاک دیل. استاک دیل بیش از 7 سال در اسارت نیروهای ویتنامی در سلول‌های انفرادی زیر بدترین شکنجه‌ها بود، اما اون تونست بالاخره زنده بمونه و از اسارت آزاد شد. وقتی از استاک دیل پرسیدن که راز دووم آوردن تو این همه سال زیر ناامید کننده ترین شرایط چی بود، گفت من یقین داشتم که بالاخره یه روزی آزاد میشم و برمیگردم پیش خانوادم. وقتی ازش میپرسن خب بقیه همبندیاتم امید داشتن برگردن پیش خانوادشون، اما چرا اونا مثل تو دووم نیاوردن؟ اون گفت مشکل اونها این بود که زیادی خوشبین بودن. این ماجرا تو دنیا معروف شد به پارادوکس استاک دیل. استاک دیل میگه اکثر همبندی های من با خودشون میگفتن امسال کریسمس دیگه برمیگردیم پیش خانوادمون. کریسمس از راه میرسید و ما هنوز توی اردوگاه بودیم. وقتی اونها میدیدن کریسمس امسال هم آزاد نشدن، ناامید میشدن و در اثر بیماری از دنیا میرفتن. فرق من با اونها این بود که من میدونستم یه روزی آزاد میشم، شک نداشتم، اما اونقدر زود باور نبودم که این اتفاق به این زودی ممکنه بیفته. تمام فلسفه استاک دیل یک جمله است: خوشبین باش، اما خوشبین دیر باور. در حقیقت استاک دیل تفاوت بین ساده لوحی و خوشبینی رو به بهترین حالت ممکن توضیح داده. امید واهی با آدمیزاد همون کاری رو میکنه که ناامیدی، هر دو انسان رو از پا در میارن. نه بدبین باش، نه خوشبین زود باور. نقطه بهینه برای دووم آوردن تو زندگی بین این دوتاست: خوشبین دیر باور. همین الان یه نگاهی به 40-50 سال گذشته زندگی بنداز. چقدر روزها و شبها بودن که داشتی زیر بار مشکلات قالب تویی میکردی، اما الان هیچ کدوم از اون مشکلات نیستن. تو بالاخره از همشون عبور کردی، اما نه خیلی زود، بلکه دیرتر از زمانی که توی ذهنت براش نقشه کشیده بودی. حالا هم قصه همینه: تو بدهیت رو میدی، تو ازدواج میکنی، تو بچه دار میشی، تو بچه هات رو میفرستی خونه بخت، تو به خیلی از خواستهات میرسی، اینو مطمئن باش، اما شاید نه طبق اون برنامه‌ای که خودت ریختی. و راز استقامت و پایداری توی زندگی همینه: امید واقع بینانه. این که خیلی چیزاست که خارج از برنامه یک دفعه تو زندگی میرزه سرمون. قرار نیست اوضاع طبق میل ما پیش بره، اما قرار ما تهش به خواسته هامون برسیم. شاهنامه آخرش خوشه، اما آخرش شاید به اون سرعتی که ما تو ذهنمون براش برنامه ریختیم نیاد. به قول چارلی چاپین همیشه آخرش خوب میشه. اگه الان هیچی خوب نیست، یعنی هنوز آخرش نشد.